امروز در برنامه ما مراسم باشکوه تشی جنازه شهید اسماعیل هنیه با حضور مرشد در این رابطه سخن خواهیم گفت یه مقداری هم با دوستانی که فوری بندلشون میزنه و آیه یأس و ناامیدی میخونن با اونم کار دارم حسابی کار دارم باتون همچنین سخنان سید حسن نصر و خط نشان واسه رژیم سگیونیستی کمی بخندید اما بعدش گریه ها خواهید کرد خبرهای دیگه داریم چرا سگیونیستا اکنون در روزهای سیاه خود هستن در طول برنامه بر رو بر داشته و نداشته براندازان دیپلی سخت خواهیم خندید امریش که کار مسخور اما او مسی کار <تصفح> اگر نو کار مثلا این چه چپ کنه با نظرت کسونم پس کل درسونم خب دوستان با اقتدا به مولایم سرورم آقا امیرالمومنین با هم دیگه یا علی میگیم و وارد برنامه میشیم سلام هموطنان ما در باکو تالش نقچوان سلام همزبانان در کشمیر دوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیان یعنی کوید برای القطیف جنوب عراق جنوب لبنان بچون انصار الله یمن شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنوند دوستان عزیز در کامنت ها بنویسید ما خواستار خونخواهی قاتع کوبنده هستیم لعنت بر آل صهیون لعنت بر غرب ها و امروز کلی در این رابطه بحث داریم برا رو اما مراسم تشیه شهید اسماعیل هنیه برگزار شد یک مراسم بسیار گسترده بود که آهاد مختلف مردم تهران در آن حضور پیدا کرده یعنی من فکر نمی کنم شی... در هر کشوری این اتفاق واسهش پیش می اومد و شهید می شود. فکر نکنم همچین مراسم با شکوهی انجام می شد اینو بخشی رو ببینیم دوستان جمعیت زیادی که واسه این شهید عزیز که مهمان ما بود ببینیم اینو از خراز آسمان این صحنه را می تواندید. این حضور گسترده مشت محکمی است در دهان براندازان دوپیلی و اون یگان 8200 سگونیسا که در فضای مجازی فارسی زبان مشغول به کار هستند که آی مردم ایران طرفدار اسرائیلن آی میخوان نمیدونم آمریکا اسرائیل به ایران حمله کند آی مردم از مقاومت سیر شدن خسته شدن حضور گسترده مردم در این مراسم مشت محکمی در دهان همه یا اما این عکس رو ببینید دوستان عزیز حرف دارم باهاتون عکس رئیس جمهور و رهبری هستند که بر تابوت شهدا و شهید اسماعیل هنیه دارن نماز میخونن این حرف دوستان این مسئله چندتا پیام دارد یکی از پیاماش اینه مهمترین پیامش اینه که محور مقاومت بر اساس نمیدونم از تفاوت مذهبی عبور کرده بحث سنی اصلا مطرح نیست بر پیکر یک برادر اهل سنتمون مرشد و رئیس جمهور و سایر ایرانیان امروز دارن مراسم نمازه. نماز نماز میخونن که مبتنی بر فقه امامیه فقه تشیع و اصلاحشری. خب این یعنی عبور کردن از مذهب عبور کردن از چیزایی که خیلی سهیونیست و انگلیسی ها یانکی میخواستن تو منطقه بگن آی ایرانی ها شیعن به عرب شما سنی هست اینا فارسن اینا شما عربید و بر تبل تفرقه بیان اما از برکات خونه شهید امروز همه دنیا دیدن که بس گذشته از این چیزا و شیعه و سنی در رابطه با مقاومت با هم هم بستن پیوستن در یک جپن این پیام مقاومته که حتی که نمیدونم تو آمریکای جنوبی است در این مقاومت زیده لیبرالیستی عبور داره خود امام حسین اگر دین ندارید آزاد مرد باشید این محور مقاومت محور شجاعان آزاد مردان. محور انسان های شریف است وگرنه ما کلی شیعه نمیدونم به در نخور انگلیسی خبیس خائن و تنفروش در قدیم داشتیم و داریم و خواهیم داشت عبور از همه ایناست و در بالاترین سطح جمهوری اسلامی امروز به این شهید والا مقام ادای اترام شده امروز من شیعه داغدار برادرمم پس تیر دشمنان در این مراسم به سنگ خورده اینا همه برکات است برارو اینا همه برکات مقاومت است عرض کردم تماما بر مشاهده بسری اکتفا نکنید ایتالیا عمر مختار قهرمان لیبی رو کشت تو اون فیلم اگر نگاه کنید آنتونی کوین میگه که من بذر مقاومت رو به فرزندانم به نوهام به نسلهای بد یاد دادم خب من از هزم... این بذر کاشته شد رفت منتشر شد و دیدیم منجر به استقلال لیبی و سایر کشورهای استعمار زده شد مگر میشه باید جلو مقاومت بگی شما یه نفر ترور میکنید چیزی که سگونیسا توش تخصص دارن ترور است گاوی سرش بریده شده میخواد لگت بزنه کاری که بلده انجام میده دیگه پس عرض میکنم به این نتیجه به این حادثه به چشم به نگاه اول نباید قضاوت کرد این همه مقاومت در لبنان در اماد مغنیه رو شهید کردن نمیدونم همین سید اباس موسوی قبل از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله بود سعیونیستا شهیدش کردن صدها بار سعیونیستا مثل سگ اعتراف کردن که ما اشتباه کردیم سید عباس موسوی رو شهید کردیم یه حسن نصرالله اومده که هزار برابر از او قدرتمندتر و اندیشمندتر و پدر ما رو درآورده مگر این جنبش این مقاومت قائم به ذات است قائم به فرد است این صحبت های شهید اسماعیل هنیه رو ببینید که خودش درباره شهادت خودش میگه من فرد فردا ممکنه بهم کشته بشم این مقاومت ادامه پیدا میکند از شخص عبور کرده برا رو بله من به برادرانم بگویم که ممکن است فردا من شهید شده باشم ابو ولید شهید شده باشد. شهید شد شهید شده باشد ابو اسامه شهید شده باشد فلانی شهید شده باشد مگر این همه از شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس شهید شد آیا ای به معنای که حماس بعد او رنتیسی بود شهید شد بعد نمیدونم خیلی های دیگه سال الاروری بود شهید شد مگر این پرچمی بیرق به زمین میافتد خب فلانی شهید شود بکره تشوف ابو العبد شهید بکره تشوف ابو الولید شهید بکره تشوف ابو اسامه شهید فلان شهید ام ولا... اما شما ادامه دهید و تردید نکنید خون ما فدای دین و قدس و مسجد الاقصا است این هم این روحی است این نگاه است این مقاومت برای رو دیروز گفتم این خون جوشش میآورد خروش میآورد. یه حسین شما شهید کردید با هزاران حسین چه کار میکنید با میلیون ها حسین چه کار میکنید تترددو دماؤنا فدا لديننا ولقدسنا ولاقصانا الله اكبر برادران ما با ما با خداوند در این قضیه عهد بستیم مسیر مبارزه ما طولانی و دشوار خواهد بود يعنى الله على ذلك احنا ما لسه مشوارنا كمان طويل ومعركتنا كمان قاسیه جدا ولكن اما اگر شما درد میکشید آنها هم درد میکشند با این فرق که شما به خدا امید دارید آنها ندارند من گفتم سگونیستا به حال احتزار افتادن برای هیچ گزینه ای ندارن در, در درونشو هم دوچار انشقاق شده همین امروز لاپید میگه آقا تو بعد بخ... ما با بحران موجودیتی مواجه تو مخمسه افتادیم هنم و درمسه <applause> خب ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون احنا بنتالم ما درد میکشیم آنها هم درد میکشن اما با خدا امید داریم و آنها ندارن و هم يتالمون ولكن نحن نرجو من الله ما بله دوستان عزیز این حقیقت مقاومت است ذات مقاومت است مگر همین انصار الله یمن بنیانگذار جنبش انصار الله حسین الحوسی را شهید کرد اون علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق دیکتاتور یمن به همراه سعودیا در سال 2010 در سعده آیا درخت انصار الله قد شد آیا امروز انصار کجاست اون زمان دو هزار در کجاست شهید اونایی که شهید زندن و اونی که شهید می شود هزاران برابر خطرناکتر است اونی که شهید زنده است قاسم سلیمانی خطرناکتره براشون یا شهید قاسم سلیمانی مگر الان کارهایی که شید سلیمانی میکرد رو زمین مونده سردار شاید رادیکالتر بسیار رادیکالتر از شید سلیمانی داره کارا رو پیش میبره انسان ها به نماد احتیاج دارن به, به شهدایی که چراغ راهشون باشه تو جنبش چپ اون فیلم چگوارا رو ببینید زمانی که میگیرنش میگه آقا من اون سی آی ای و خواهن بولیوی میگیرنش میگه آقا من در مرگم در زندگیم نتونستم باعث حرکت تودا بشم شاید مرگ من بتونه تودا رو به حرکت و واقعا هم همینطور بود چه کشته شده هزاران برابر برای امپریالیست و آمریکا خطرناکتر بود تا خود امروز بعد از 60 سال شما هر جنبش عدالتخانه چپ نمیدونم در آمریکای لاتین در سراسر دنیا ببینید عکس چگوران بالا میره مگر با حذف فیزیکی میشود یک جنبش رو به هر... به جلوش گرفت و اونو متوقف کرد با خصوص اگر تو هم با حقانیت و تو هم با حق و حقیقت باشد فریاد مظلومیت سر بدهد بله مرشد عزیز ما با فرزند شهید اسماعیل هنیم هم گفتگوی داشتن بله اما شما این صحبت های این بنسبتی یکی از زیر مشکلون های نمیدن. وزارت خارجه سهیونیست است که توی سهیون اینترنشنال هم میاره صحبت میکنه من دیروز گفتم آقا وزشو خرابه خیلی خرابه سهیونیست آقا استاد ترورن چرا ما نیستیم؟ چون ما شیعیان مرام داریم ما اهل ترور نیستیم ما درس آزادگی و انسانیت از مولایمون علی آموختیم که حتی در جنگ هم مقید به اخلاق بود نه مثل بعضی ها نمیدونم اون سیف الاسلام مسلولشون که میرفت به زن و کودک و رحم نمیکرد تو قضیه نمیدونم مالک ابن نویره حالا نمیخوام اسمشو بیارم توی نمیدونم اون جنگ که معروف شد به جنگل ایون دو هزار هزار چشم دارو بردن با تیر زدن ما مرام داره مبارزه ما اصلا نامردی نیستیم ما سیونیست هستن از زمان قدیم هم هستن و با پول و زن را نفوذ باز میکنن که البته در ایران ما کلی جریاناتی داریم که همراهی کمک میکنن به جباسیست یک شو غربگرال کسی که مر به ایران ندارد قبله و ایمانش غرب آمریکاست چند سال پیش تو صدای آمریکا اون زمانی که برانداز بودم یه گمالی آورده بودن به عنوان کارشناس یعنی من اون زمانی که برانداز بودم دوست داشتم وارد تلویزیون بشم و طرف بگیرم زیر مشت و لگد و اردنگی میگفت پرچم آمریکا پرچم بشریته ما باید اون پرچم آمریکا باشد شما فکر میکنید با همچین نگاه این شخص به ایران وفادار است حتی اگر هر حکومتی هم باشه حکومت مطلوبش هم در ایران باشد بازم اون قبلش آمریکاست خب این مستعدن این غربگرایان واسه خیانت معاندین همین ززه ها که آقای اجایی گترهی اونارو رو اف و بخشش قرار میداد در عملیات فروغ جاویدانی که توفاله خلق در سال 67 انجام دادن عملیات مرسات در کمینگاه چارزبر سی درصد از نیروهایی که در این عملیات حضور داشتن در ارتش در اون فرقه رجوی سی درصدشون آزاد شده های دادگاه جمهوری اسلامی بودن که پیوسته بودن به توفاله های خلق شهادت سیاد شیرازی هم توسطی که هم از همین اف گوتری ها صورت گرفت دوستان ما از اینجا ضربه میخوریم ما از فرزندان مسئولی ضربه میخوریم که بچه هاشون تو آمریکان کافیه تو خود همون غرب و آمریکا آقا یه نقطه زن و این بچه بگیرن این فی میشه خراب دستگاه اطلاعاتی که شدن اینا جر... جرانفوز باهایت ما دستگاه امنیتی باید با اینا برخورد کنن وقتی خوب قضایه پشترشون نیست که آقا از لحاظ قانونی حمایتشون کنه به چه درد میخوره فردا طرف میگیرن پس فردا آزادش میکنه پسر نمیدونم میرسلیم جاسوس توفاله خلق بود اسناد نمیدونم اون فیلم های سلاسیما رو فروخته بود به من و تو چیکارش کردن قصه پسر ظریف هم در اومد که نمیدونم جاسوسی الکترونیک در سوریه و ایران کرده به نفع صهیونیست‌ها اینه چه کارش کردن ما بدبختی مونه که نمیدونیم با مسئولی نمیدونم با خودشون چه کار بکن درد اینجاست برادر من کارهای بزرگ هزینه بزرگ میخواهد هیچ کار بزرگی بدون هزینه گذاف صورت نمیگیرد این از گوشتون در بیاید آی هم همزمان خواستار نابودی اسرائیل شوید هم خواستار این باشید که چرخ اقتصاد خوب به چرخد هم, هم خواستار این باشید که جنگ مثلا ایران وارد جنگ نشود یه بار شب با صداش از خواب بپری و احساس ترس بکنی نه اینا با هم جور در نمیاد اگر امروز آمریکا غرب یک تازن دویس میلیون نمیدونم صد دویس میلیون خون در جنگ جهانی اول دوم ریخته شد تا امروز به این جایگاه رسیدنه مفت که بشنو ندادن قدرتو مفتم نمیخواد از دست بده تمام تلاشش میکنه که از دست نده مورد دیگر واسه دوستانی میگم که با یه مویز سردیشون میشه با یه همچین چیزی زود بند دلشون شل میشه شروع میکنن آفقان کردن آی ما شکست خوردیم آی ما این چی بود آی فلان شد زن آدم گاهی وقتا آدم گول میزنه شما این نگاهی به گذشته بکنید ما از کجا به حرکت کردیم امروز کجاییم شما نگاه کنید قبلا نه در لبنان حزب وجود داشت نه جنگ داخلی بود ها تا نزدیک بیروت بودن با بدبختی مرارت با خون با ش... نصار شهدا این درخت مقاومت کم کم رفته رفته شکل گرفت در لبنان در سوریه چقدر ما دستگل از دست دادیم این درخت مقاومت از کجا اونم زیر شدیدترین ضربات تحریما اونم در زمانی که بسیاری از این غرب زده ها کارشکنی میکردن ترک فل میکردن گاهن خیانت هم میکردن در درون دولت ایران اما این مقاومت شگفت در یمن چقدر خون ریخته شد چقدر مردم بسیاری از مردم کودکان یمن از گرسنگی از اون تحریم های ظالمانه که سعودی ها یمن ایجاد کرده بودن شهید شدن اما مقاومت هر روز که گذشت بالنده تر شد در عراق در آفریقا در جاهای مختلف امروز کجاییم؟ مثلا پنج سال پیش کجاییم؟ بعد شما سرشاخ شدید با عبر های دنیا با آمریکا با رژیم سیونیستی که طوله آمریکاست سیونیست یعنی آمریکا تمام منابع نظامی سیاسی اقتصادی آمریکا در خدمت رژیم سیونیستیه خیال کردید شما تو... شما نباید تابان بدید شما همینطور غولکشی بکنید مفت و مفتکی خب این زده خورد است تو میزنی اون میزند تو میزنی اون میزند تهش نهایتش ببینم کی میتونه فتح الفتوح بکند ما الان جنگ مغلوبه نشده ما الان در کوران جنگیم و اتفاقا تمام حتی خود غربیان میگن که آقا دست میور مقاومت دست کاملا برتره و سعیونیست گوشه رینگ رفتن ببینی گمال سبتی چی میگه؟ حساب هماس از هزب... حساب هزبالله جدا است اون مرزو و هنیه خالد مشعل اینا جز شاخه بیرونی هماس هستند. اینها در درون قضه و در درون هماس نیستن و شاید یک اظهاراتی میکنن ولی الان اسرائیل در جنگ هم دیگه هست به قول اون زربان مسئله فارسی میگه بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست آقا رژیم ساگونیسی به سیاهی افتاده است به قول یکی تلیگراشو میگفت آقا ما بزنیم بدبختیم نزنیم هم بدبختیم ارتش زفرمند ساگونیس امروز شده کتکخان منطقه خب آقا او تخصصش ترور است چون نامردن چون پستن چون رزلن آدم های ضعیف و ترسو مگر ترور کار سختیه کمین کنی واسه یکی چاقوی بکنی تو شکمش امروز حتی دیگه مثل گذشته افکار عمومی جهانی هم به شدت دشمن سنگونیست نسل جوان آمریکا نسل جوان غربی که آینده سیاستمداران و به قول من آینده کشورهای غربی هستن امروز به شدت از ها وحشت دارن ده بی سال دیگه که انشالله به اون زمان سگونیسا خان رسید سیاستمداران آمریکایی و غربی از همین جوانان به شدت آنتی سگونیسا هستن که امروز در کارزار مبارزه با این رژیم وحشی آدم کشن برادر در مبارزه زده خورد وجود دارد زدن خوردن زدن خوردن قاسم سلیمانی ها باید از دست بدیم چون فکر کردیم مفته غولکشی مفته شاخه نمیدونم بزرگتین ابر قدرت شکوندن مفته همینطور همه چیز با هم مفتکی میخوای نه برادر من خون باید بدی تاوان باید بدی کارهای بزرگ هزینه های گذاف دارد اگر مرد این کار نیستید نباید وارد وادی شد اما ما کلی شهید دادیم مردم ما البته اون بخش ایدولوژیک و پای کار نظام ما امروز کاملا آمادن در خط چی؟ در همین مقاومت میور مقاومتی که شکل گرفته آقا میگه ساختمونی بوده از پنجره حالا روایت متاسفانه روایت هم خیلی مختلف هنوز اما چشم اندازه درستی نداریم حالا اسپوتنی یه چیزی زده بود نمیدونم با موبایلش همین واتساپ همه اینا اپلیکیشن ها از اس... اسباب جاسوسی غرب مگر هم اینا رو ادوارد اسنودن نگفت مگر هم اینا رو شیخ حسن چند ماه پیش نگفت آقا تو رو خدا مواظب موبایلاتون باشید این بزرگترین ابزار جاسوسی همین موبایلاتونه از طریق موبایل خطی که جانی که داشته مال خط, خط خطریش هم بوده واتساپش یه جاسوس افزار چی میدونم یه نرم افزار جاسوسی وارد گوشیش میکنن خوبی به شناسایی شد اینه که شما در نظر بگیرید که ما از کجا به کجا اومدیم این جنگ آقا میگه یا می میدو نرو یا دالک دالک نکن یا شیون نکن ما در کوران یه جنگی که رژیم سیونیستی رو بردیم گوشی رینگ ببین امروز لاپید چی میگه ببینم پیداش میکنم دیگه خودشون ببین یابو تمام کاراش انجام میده تا دولتش سرنگونشه چون میدونه باید بره زندان چون میدونه کارش تمومه این کارا کارای انتحاریه یعنی از بدبختی از استیصال است پلنای دیگه ندارن بله خوشبختانه شهادت محمد زیف هم تکذیب شد یه خاریس در چشم این سیونیست فکر کنم توی ده سال اخیر پنجاه بار ادعا میکنن محمد زیف رو شهید کردیم اما هر بار بله متاسفانه من پیداش نکردم این وضعشون برادرون خیلی خراب است اما سید حسن نصرالله صحبت کرد اینو ببینیم گوته یه به او عزت و دراریم که او سرش ناپیدا با زیر مشکل های دو پیلی ان این چیزی که وارد کیان شده ان مشخص خواهد شد نتایجش اما, اما در حقیقت امر, امر در برابر در یک جنگ بزرگ قرار داره جنگ بزرگ برادر من جنگ کوچیکی نیست تمام ازلای محور مقاومت با تمام کفر یک جا در حال زده خوردیم ما و خب کار یه ترار صورت گرفته ببین کجا کجان کدوم شهرشون امنه اقتصادی واسه شون مونده ارتش اون که کاملا فرسوده از تانکی هم ندارن و نمیدونم بعضی از دوستان از چه زاویه این این عمل که امروز نیروهای امنیتی رو کوبیدن خائنانه است هم در دل... حالا اونی که بداند خو خائن است ولی آنی که نداند بداند که آب به آسیا به دشمن میریزد این همه ما در خود همین رژیم سیونیسی کارا اطلاعاتی کردیم بچه های الله لبنان خب اون رژیم رسانه دارد حالا به نوعی سیاست من میگم اشتباه ما هم اینه که زیاد تو حوزه رسانه ای ورود نمی کنیم جار و جنجال برپا نمی کنیم خالی بندی نمی کنیم پیاز داغش زیاد کنیم اونا هستن اما الان نتیجه کارزار چیه جنگ تو خونه کیه الان جنگ تو خونه ماست یا تو خونه سیونیستاست فقط یک فراتر از یک موضوع حمایتی است جنگ در غزه جنگ در جنوب لبنان جنگ یک جنگ گسترده در یمن و حتی در عراق تمامی اینها وارد جنگ شدند بندر هدیده در یمن جوف سخت در عراق میکشند و می جنگ بیضاحوان. می اسماعیل هنیه را به شهادت بیضاحوان. می در هنیه فاشق را در زاهی جنوبی به شهادت می رسونند. اینا این جنگ یک ای جنگ گسترده است و تمامی جبه ها را درگیر کرده و, و یک وارد یک مرحله جدید شد آه، ساعت تقابل وارد یک مرحله جدید شده برارو یعنی عرصه جنگ دیگه عرصه جنگ با قول معروف چی میگن؟ عرصه تقابل فازش رفته بالاتر بیرحمانه تر حالا به اون نقطه آغاز جنگ نرسیدیم معتقدم ایران و محور مقامت باید اون با مماس یک پله دقیقا زیر اون خط جنگ ببرن بالا که سگونیستان نه الان ارزش دارن نه, نه خود یانکی ها الان امکانشو دارن تا بتونیم با امید خدا ضربه کاری به این رژیم بزنیم امروز هر برخورد ماماشادگوینانه با این رژیم خیانت است به اسم این که نمیدونم صلح و این چیزا دیدم آزاری جرومی است از احمق اون وارد جنگ با تو میشود سال یعنی چی اگر خوب بزنی کاری بزنی منجر به صلح می شود اگر ضعف نشون بدی کرنش کنی منجر به جنگ می شود خیلی اتفاق چیز ساده ایه. من سخنان آقای پزشکیان دلگرم شدم امیدوارم برخوردی باشد از وعده صادق قدرتمندتر محکمتر و حالا تحلیل ها اینه که خود انصارالله یمنو حزب لبنان و هشت شبی و ایران یک عملیات ترکیبی همزمان کوبنده بکنن که این رژیم آچ آچمس بکنن دشمن سهیونیسی علیه حدیده, حدیده بعد از عملیات پهلوانانی که انصار الله انجام داد در تلاویف بعد اقتیال جنگ وارد مرحله جدید شده هذا العلو اللي الآيات ال العقل يعني هؤلاء یعنی يعني اینها صورون انه فکر میکنه که می با کشتن رهبر اسماعیل غنیه در ایران ایران, ایران ساکت میشینه یه بویزه تو دراریم که او سرش ناپیدا با زیر مشکلونا دو فرمایش حضرت آیت الله خامنه‌ای مشخصه شدیدترین عبارات در بیانیه‌ای که صادر شد, شد مشخصه و در حادثه‌ای که در شد. رمش اتفاق افتاد منجر به شهادت ایران ایرانی شد سردار ایرانی جمهوری اسلامی امام ایران نشنیدیم از فرمایشات حضرت امام خمینی جز آنکه از آقای رئیس جمهور از فرمانده سپاه از وزارت خارجه و تمامی مسئولان ایرانی ایرانیان ایرانیان فقط تایید نکنند در حمله به کنسولگری ایران در دمشق اونا یه نوع زیر پا گذاشتن حاکمیت خودشون میدونستند اما هنگام صحبت میکنن از ای که اتفاق افتاد در مورد اسماعیل هنیه هم که زیر پا گذاشتن حاکمیت رو صحبت کردند و, و امنیت ملیشون زیر سوال بود و سوم حیبت آنها رو زیر سوال بود و چهارم چه آدم بی حالی گذاشتن واسه ما ترجمه حالا یکی بود قبلا صحبت میکرد و خیلی بهتر بود و این که کاری کردن که شرفشون زیر سوال میره قضیه این قضیه ناموسی است این بحث آبروست مهمان کشی صورت گرفته هم به خاک ما امنیت ما رو هدف قرار دادن هم مهمان ما رو کشتن ما نمیگذاریم از این قضیه این واسه ما ناموسیه واسه ما حیثیتیه جوابم باید پشیمان کننده باشد حالا در مورد چیز چه باید کرد انتقام ما باید چطور باشد در ادامه صحبت خواهم کرد این ادبیات که زیر سوال برده حاکمیت ما رو امنیت ما رو امنیت ملی ما رو زی... زیر سوال برده حیبت ما رو زیر سوال برده شرافت ما را زیر سال برده فرمانده شهید اسماعیل هنیه مهمان ما بود این در شرق و در عالم اسلامی یه موضوع جداست و حساب حسابش جداگونه حساب میشه عقل اسرائیلی و جامعه یک رژیم سینوسی شاد بوده این چند روز خوش بودن شغالا شاد باید اما کوتاه مثل سگ برید توی پناگاه ها و مثل سگ به خودتون لرزیدن و تو این گرما حالتون دیدن داره تو عملیات وعده صادق هم ایران در روز کششون کرد بدبخت یعنی تمام الان تمام فرودگاه رژیم سعیمسی تعطیل شدن شرکت های غربی لوفکانزا و بقیه همه پروازاشون رو به رژیم سعیمسی قطع کردن حالا سیادت کی تحت بازدارندگی کی از بین رفته ایران یا رژیم سیونیستی اینجا امنیت کی از بین رفته ما یا اونا در ایران خواهد همه چی طبق روالش در حال آن انجامه و افتخار میکردم این حادثه محسن و با, با کشتیم سید محسن در زاهیه اسمایل هنیا رو در تهران کشتیم بندر الحدیده رو ما فجر کردیم خوشحال بودند خوشحال باشید خودش کوت... خوشحالی شما کوتاه هست <تصحق> نمیدونید که این نفس نداره حرف بزنه. بله خوشحالیتون کوتاه؟ سردار باخری هم گفتن امروز گفتن که در حال تدارک یک این بار ببینید مرشد عزیز ما در اکانتشون در توییتر از چه واژه استفاده کردن این هم خیلی حرف داره برارو رهبری از کلمه خونخواهی استفاده کردن نه انتقام نه سیلی خونخواهی مرحله سیل اینه که یکی میزنی جی تو هم یه سیلی بهش میزنی حتی انتقامم. اما این خونخواهیه یعنی قطعا ما باید شاهد یک عملیات قوی و زماندار خواهیم بود در حد چند ساعت پایان نخواهد گرفت چون قرار خون یعنی الان کلید واژه عکس عمل ما واکنش ایران خون خواهی دیدم سردار باخری هم از کلمه خونخواهی استفاده کرد یعنی قرار نیست حالا یه تا موشک بزنیم ردش کنیم با امید خدا اما در مورد عملیات در مورد خونخواهی این خونخواهی ما باید چگونه باشد دوستان عزیز این؟, این خونخواهی ما اولا باید قوی باشد عرض کردم یک پله یک خط پایین تر از جنگ که اگر اون بخواد جواب بده در اون سطح یا بالاتر دیگه جنگه و گفتیم رژیم سیونیستی به هزار یک دلیل نه توانش را دارد نه انسجامش را دارد نه سلاحش را دارد به هیچ عنوان امکان ندارد که وارد جنگ با ما در این حال ما فرار از جنگ هم نمی کنیم. گفتم شما از جنگ فرار کنید جنگ میاد دنبال شما یعنی ما باید در سطح جنگ هم آماده باشیم پس عملیات ما باید قوی باشه گفتم خونخواهی ما سیلی نیست مثل اینال الاسد یه ده دوازه موشک بزنیم بلکه او عملیات خیلی گسترده و قدرتمند این خون خواهی برارو باید بی اطلاع باشد که فکر میکنم این بار بی اطلاع است دفعه قبل اطلاع دادیم یعنی شما ببینید از خاک ایران که خارج میشه در رینگ پدافندی آمریکایی چه از طریق عراق چه از طریق ترکیه خائن اردوغان نامرد شباهت اردوغان و جواد زلیل و خواهم گفت یه انتقادی هم به رایفی پور دارم در ادامه خواهم گفت چه از طریق پایگاه ابو سالم در کویت اینا در رینگ پدافندی آمریکا و ناتو غرب بودن چه در اردن و حتی در درون رژیم سگنیسی هم سامان پدافندی یانکیا حضور دارن حالا قراره در صحرای نقب یک پایگاه ثابت پدافندی آمریکایا در اسرائیل حالا چند ماه قبل اعلام شد حالا انجام دادن نمیدونم در همچنین قبرس اینا همه در رینگ پدافندی رژیم سعیونیستی هم. و آمریکا آمریکا سعیونیست ها طوله و سگ نگهبان آمریکا در منطقه هستند برا رو ارز تب... کردم تمام امکانات سیاسی و نظامی و اقتصادی آمریکا در خدمت این رژیم بعد باید بی اطلاع بزنیم ناکار بزنیم همچنین در این عملیات باید انصارالله یمن دنبال تقاس هدید است الله لبنان دنبال خونخواهی فاد شکر یا شکر نمیدونم شکری در زاهی لبنان سخنان اصلا نسلان شنیدیم و ایران و هشت شبی این عملیات باید با یک اتاق جنگ مشترک و در یک زمان تا این رینگ پدافندی آمریکا و غرب و همه اینا رو بلا اثر بکند پس همه محور مقاومت باید این عملیات مشترک رو در یک زمان انجام بدن چون همه این عرض کردم همه به دنبال تقاس و خونخواهی هن. همه ازلاع مقاومت پر سر صدا باشد ببین وقتی شما یه پایگاه نظامی رو میزنید خب در این پایگاه نظامی میبندن اجازه نمیدن مثل کاری که یانکی ها انجام دادن در عملیات عین الاسد مثل سیونیست ها در اون دو پایگاهشون که ایران مورد اصابت قرار داد داره پایگان میبنن خبرنگار اجازه نمیدن حالا هتکشون پتک شده شکست نده یک. ولی ست میکنم به خود معروف مخفی کاری میکنه پایگاه نظامیه پس این عملیات بعد پرسر صدا چطور پرسر صدا یه پالایش سه تا نیروگاه برق داره رژیم صهیونیست سه تا این سه رو بزنی برمیگردن به عصر حجر پالایشگاه ایفا رو بزنیم که نگاه کنی آتیشش تا یک هفته گر بزنن و قابل کتمان نباشن نگن اون براندازان دو پیلی شما دست تو اطلاع دادید و که آی کسی کشته نشد و پس این عملیاتی عملیات خونخواهی باید پر سر صدا باشد به اماکن اقتصادی رژیم آسیب بزند پالاشگاهش رو میزنیم نیروگاه برقش رو بزنیم عرض کردم سطح هزینه این رژیم رو باید بالا برد و قابل لاپوشانی نباشد بالاخره دشمن ضربه رو خورده نه هیچ هم درد نداشت تو رسانه اینو میخوان بگن دیگه القا کنه هیچ درد نداشت چون پایگاه نظامی که میزنی عرض میکنم دیگه پایگاه نظامیه دیگه اجازه نمیدن کسی دیده نمیشه کسی نمیتونه بره داخل یه روزنامه یا حتی این مردم عادی با گوشی ها فیلم بگیرن اجازه نمیدن پس باید اهداف غیر نظامی هم مورد هدف قرار بگیره یکی از اهداف میتونه این باشه دفتر نخست وزیری رژیم سگونیستی که واسه اولین بار دیروز عکسش منتشر شد ایران با عملیات سایبری که اسای موسی و سایر این با عملیات های سایبری انجام دادن نقشه کاملی از رژیم سگیونیستی دارن پهبادهای های حزب هزبولای لبران هم خب مرتب در حال گجزنی و واقع تا حیفا هم رفته بود و کلی هم عکس و اطلاعات گرفته بود از رژیم سگونیستی پس پر سر صدا باشد مورد دیگر در این خونخواهی کشتگیری هم ملاک باشد حالا نه کشتگیری مردم عادی یعنی زدن تو پایگاه نظامیانشون پایگاه نظامی مراکز اقتصادیش آقا رژیم سگمشی همه نظامیه شما دیدید ورزشکارایی هم که فرستاده بودن به المپیک فرانسه همه از کشدار مردم غزه خارج شده بودن چند روز لباسی کرده بودن تنشون به عنوان ورزشکار فرستاده بودن فرانسه ولی خب بحث اطفال و این چیزا به خاطر اون پروپاگاندای رسانه‌ای که انجام میدن پس باید کشتگیری هم ملاک باشه. اما به نظر من بزرگترین خونخواهی ما در حال حاضر میتونه ساخت سلاح هسته‌ای باشه یعنی دیگه این آخر به قول معروف یک ضربه کاری و نهایی ببین ما زمانی که سعیونیست ها تو 1399 نه ببخشید آره دیگه 1399 98 99 و حتی 1400 در تأسیسات نتنس خرابکاری کردن جواب ایران به این خرابکاری چی بود؟ غنیسازی 60 درصد ما باید بریم به دنبال ساخت سلاح هستهی دوستان عرض کردم ما وارد یک دوران جدید شدیم سطح تقابل بالاست آقا او رژیم گوشه رین قرار دادیم میگوین سلاح هستهی هم دارد خب ما واسه تکمیل بازدارندگیمون در این جنگ هجمونی که به شدت بیرحمانه است به شدت خطرناک هست نیاز به ساخت سلاح هستهی داریم دوستان عزیز این از نون شب واجب تره ایران تو این شرایط باید سلاح هستهیشو بسازد ببین گفتم در اون تقابل نهایی طرف خب شما ببین گفتم در دو جنگ جانی بیش از صد میلیون دویست میلیون آدم کشته شده تلف... خسارات اقتصادی و ای چیزاش بماند کشورها منهدم شدن پس تغییرات هجمونیک سخت ویرانگر و پرتلفات است واسه اینکه که از اینا جلوگیری کنیم یا اینو تقلیل بدیم ما به ساخت سلاح هسته ای نیاز داریم دوستان عزیز و به نظر من این بزرگترین مشت بردهان رژیم صهیونیست الان ساخت سلاحسته یا نان شب واجبتره رو لطفاً شما هم نظرتون تو کامنت ها بنویسید کارهای بزرگ هزینهای بزرگ میخواهد دوستان هیچ چیز مفتکی نمیدهند ببین این حرفو یک کارشناس آمریکایی در مصاحبه با شبکه خبر میزند مسئولین در جمهوری اسلامی ارزه نمی کنن از این حرفا بزنن متاسفم در دوران ریاست بسیاری از پخمگان حرفای بزرگ حرفای اینچنی زده نمی شود چون معمولا پروپاگاندا و سیاسی بازی و ببینید اینو ببینید دوستان پیداش کنم بله بله اینه said, تا چند سال قبل یا شاید یک از اکسش چیزش هم بذارم said, تا چند سال قبل یا شاید یک سال قبل من گفتم که I hope you... well, I, I said... گفتم که فلسطینی ها به کافی قربانی ندادن و فداکاری <تصفح> نکردن هم... بله میگه چند سال پیش گفتم آقا اینا زیاد هنوز قربانی ندادن فداکاری نکردن مگر آقا میخوان کشور رو پس بگیرن مگر کشک مفته اینا هزینه دارد آقا هر تغییری هر کار بزرگی هزینه دارد قربانی میخواد اون موقع بهت زده شدن و گفتند خب فلسطینی ها که خیلی فداکاری کردن اما من گفتم بله درسته اما اون چه که اونها باید اون فداکاری و قربانی که باید بدن باید به اندازه بزرگ باشه که بتونه باعث ناپدید شدن اسرائیل بشه تا چندی پیش هر همه فداکاری هر فداکاری که فلسطینی ها می اسرائیل با سرجاش باقی بود ولی من الان فکر میکنم که الان فلسطینی ها در واقع قربانی های بسیار سختی رو دارن میدن و در این قربانی و در این موج جدید قربانی دادن دیگه اونها پیروز خواهند شد و این به پیروزی اونها و شکست اسرائیل اسرائیل منجر خواهد شد حالا کارهای بزرگ هزینه بزرگم میخواد قربانی میخواد ایرانی تو میخوای بر قدرت جهان بشی تو میخوای رژیم سیونیستی رو شکست بدی باید واسهش قربانی بدی باید شهید بدی باید ناامنی ببینی باید ضربات اقتصادی ببینی آقا مفتکی نیست اینا هیچی مفتکی نیست بری تاریخ استقلال الجزایر بخونید از استعمار فرانسه چقدر کشته دادن چقدر از اینه دادن اما سرانجام پیروز شدن اینکه بعضیا با یک حادثه ای مثل این یه دفعه بند دلشون زده میشه شروع میکنن به آه و فقان کردن و نمیدونم ناامیدی و این چیزا افسردگی نشون میده تو اصلا درک درستی از قضایا نداری باید خیلی بیشتر از اینا هزینه داد قربانی داد تاوان داد اگر میخوایم پیروز بشیم اگه میخوایم سری از میان و سران در بیاریم مگه کشکه مگه مفته هر چیزی توی دنیا تاوان خودشو داره برادر من حالا اینکه چرا سیاسیون ما نمیگن این ای بر اوناست ما زمان جنگ تاوان دادیم شهید دادیم اما اجازه ندادیم خاکمون تو دست دشمن بیفته اگر با نگاه لیبرالیستی سودمهور نگاه میکردیم بابا مگر چقدر چهار متر زمین برده ولش که مگر به قول شاعر و او بابای خورتونپد هم میگفت بره این دیگه نه نفتی داره مرواری دارش هم تمام شد بده بره با همین چه نگاهی اگر به قذا نگاه میکردیم خب امروز چیزی از کشور باقی نمیموند کارهای بزرگ تاوان بزرگم دارد برارم یه لحظه چشماتو رو ببند به خودت فکر کن چقدر آمادگی داری واسه دادن این تاوان بزرگ چقدر فلسطینی ها امروز دارن تاوان میدن چون دارن کار بزرگی انجام میدن میخوان کشورشون رو پس بگیرن ما امروز دنبال محور مقامت ایجاد کردیم که این قده سراتانی رو برداریم آمریکایی‌ها رو از منطقه اخراج کنیم پس خیال کردی کشکه باید قاسم سلیمانی ها فدا کنیم باید تحریم ببینیم اما من یه توییتی از جواد ظریف دیدم یه توییتی هم از رایفی پور دیدم من خب از رایفی پور حمایت کردم از سر پرونده قضاییش دلیل نمیشه که من افکارش خوش راضی باشم من یه نقدی که با آقای رایفی پور دارم نمیدونم چرا تو این چون بسنگا یه دفعه فکر مذاکره میفته تو ذهنش سر جریان مجازات سلمان رشدی توسط اون قهرمان هادی متر یه دفعه گفت آقا این توته است برای اینکه چی مذاکرات به خطر بیاندازن تو زمان اسم ابراهیم رئیسی بابا کدوم مذاکره پدر بیا مرز مذاکره چی کش که چی چرا فکر میکنی آمریکای دموکرات با آمریکای جمهوری خوا فرق دارد مگر این همه کشدار در ببین چی میگه جواد ظریف خب میگه قاسم سلیمانی نتانیاهو شهید کرد ترام ببخشید ترامپ شهید کرد اسماعیل هنیه هم او احمق قاسم سلیمانی رو آمریکایا شهید کردن نت... هنیه رو اسرائیلیا تقلیلش میدن به اف... افراد دوستان که چی آمریکا و س... اسرائیل و سیونیستا رو تبرعه کنن نه این مشکل شخصه این فرد بده وگرنه بقیهشون خوب ها خوبن ترام بده ولی بقیه خوبن جمهور دموکرات‌ها خوبن القا این فکر دیگه خوی خائنانه است برادر من وقتی شما تحلیلت اشتباه باشد تجویزت هم اشتباه در میاد دیگه خب ببینید مثلا رایفی پور چه توییتی زده میگه اهداف رژیم سیونیستی از ترور شهید اسماعیل هنیه یک تخریب دولت پزشکان دقیقا یک روز پس از مراسم تعلیف و دفاع جانانه او از مخامد دو تخریب روند ادامه مذاکرات با آمریکا در دولت جدید بازم عرض کردم تو این شراد یه دفعه بحث م... کدوم, مبار... کدوم مذاکره هنوز دولت تشکیل نشده در آتی انیشی همین قاسم سلیمانی رو که شهید کردن جوادزی دو ماه بعدش با آمریکایا درخواست مذاکره داد چرا فکر میکنی در آمریکا جمهوری خواه با دموکرات فرق دارد این جنایت ها در غزه صورت میگیرد مگر دولت در دولت بایدن صورت نگرفت مگر در دولت حزب خرها صورت نگرفت بمب اتم دموکرات ها زدن تو سر مردم ژاپن بمب ناپالم و یا اون کشتار در ویتنام دموکرات ها انجام دادند دموکراتا بودن 500 هزار کودک عراقی رو از گرسنگی کشتن خانم آربرایت هم گفت حقشون بوده یا اینجا میگه تضعیف پایگاه رای کامالا هریس در آمریکا والا خود جمهور دموکرات در آمریکا همش نظری نداره نمیدونم چرا سیاسیون ما یه دفعه کاسه دختر از آش میشن کامالا هریس هم یه سعیونیسته بلینکن هم یه سعیونیسته بایدن هم آرزوش اینه که یه سعیونیست باشد چرا فرق دارن اینا با هم من اینو نمیفهمم این یعنی گرای اشتباه دادن برادر من آی رای فیپور نمیدونم چرا تو سری به زنگا یه دفعه ما باید نگران دموکرات آمریکا باشیم خب چرا که هر گونه افزایش تنش میان اسرائیل و ایران هریس را مجبور به حمایت بیشتر از رژیم خواهد اولا خب الان هریس سر نی الان بایدن جنگ هم باشه الان دیگه هریس چه کاری بساده. الان فرموده. چیزشون بایدن دیگه اتفاقا اگر دموکرات وارد جنگ بشن بخشی از پایگاه رأی جنگ تلبان آمریکایی رو هم به خودشون جلب میکنه یکی از انتقادی که جنگ تلبان آمریکایی نوکانای آمریکایی به بخشی از دموکرات نه همه دموکرات که معروفن به کبوترها اینه که آقا شما مرد جنگ کردن نیستید خب جنگی بشه اونا حمایت خوان کرد دیگه خب خب تاخیر ایران در حوزه مهمتی دستاورش در منطقه امنیت بعد این جالبه شما بند سر رو تضعیف پایگاه کامالا حریف بعد در آخر میگه لذا هر گونه کنشگری رسانه که نتیجان به نفع اهداف مذکور دشمن سیونیستی تمام شود با هر نیتی که صورت پذیرت اشتباه است من اینجا میگم میگم وقتی که تحلیل اشتباه باشد تجویزش هم اشتباه یعنی اگر ما اینجا کامالا حریف تضعیف بکنیم اشتباه کمک کردیم به هیچ کاری نکنیم دیگه چون اگر جنگ شود کمال هریس به قول آقای رای پور بدن رایش ریزش میکند و این اشتباه است کمک است به سعیونیستا برادر من را آقای رای رای فیپور چه توییتی خدا و چه نظریه میگی چرا کمال فکر میکنید کمال هریس با ترامپ فرق دارد ترامپ و برجام خارج شد چرا بایدن وارد نشد چرا فکر میکنید دموکرات ها و جمهوری خان اینا اختلاف منافع دارن تو قضیه ایران اختلاف نگاه دارن وقتی تحلیل اشتباه باشد تجویزش هم پس هیچ کاری نکنیم یه دفعه پایگاه رای کامالا هریس دوچار ریزش این به نفع سعیونیست هست مثل که بابای من بوده این همه سلاح داده به ها واسه کشتار مردم غزه بابای من بوده این همه حمایت از رژیم سعیونیستی در این یک سال اخیر از سعیونیستا و کردن تمام قدنامه هایی که احیانا کوچیک خطری باشه رژیم سعیونیستی داشته اینا اشتباس برادر من اینا اشتباس این کار درست نیه بله مطلب زیاد داشتم دوستان خواستم به سخنان علی یونسی هم اشاره کنم که چقدر جواسیس در ایران زیاد شده اینو ببینید این ده امید. سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن علی یونسی وزیر اطلاعات سابق در زمان دولت خاتمی نفوذ گسترده از گفتم فرزندان و مسئولین جریانات بهایی غربگراها ها متاسفانه بخشی از نیروهای امنیتی به جای که به این مسائل بر, بر بیان زن به تصفیه های حساب سیاسی داخلی بین جلیلی و قالیباف و فلان و آقا بری سر کارتون کارتون انجام بدید بله باید اینا همه مورد بررسی قرار بگیره قربان تو برم دوستان عزیز برنامه ما پایان رسید سپاس از مهرتان پیروز باشید